بازسازی ساختمان کنگره آمریکا این هفته و طی کمتر از 3 سال با مشارکت متخصصان، صنعتگران و هنرمندان سراسر آمریکا از جمله مهاجران و پناهندگان پایان یافت و آماده بازدید عموم شد. گنبد زیبای این بنای عظیم یکی از برجسته‌ترین نمادهای دموکراسی آمریکا و یکی از جلوه‌های جذاب گردشگری واشنگتن پایتخت آمریکا است. بنای کنگره آمریکا یکی از محبوب‌ترین نمادهای شهر واشنگتن است. ورزش‌های هنری و اهمیت تاریخی آن تقریبا همه بازدیدکنندگان این شهر را به دیدار آن مشتاق می‌کند. در کتاب راهنمای گردشگری ساختمان کنگره آمریکا آمده است که قالب‌های ریختگری آهن 150 سال پیش روی هم چیده شد تا سرپناه خانه‌ای باشد که مردم آمریکا نمایندگان خود را به آنجا می‌فرستند. این بنا 56 سال پیش برای اولین بار بازسازی شد و پس از آن فرسایش هوا و زلزله و گذر زمان بیش از 1000 ترک ظریف‌تر آن ایجاد کردند. اما سرانجام در اوایل سال 2014 پروژه بازسازی مجدد آن آغاز شد. واحد تاناشیان یک آمریکایی سوری تبار و معاون کمپانی آیرون ورکس است که بخشی از بازسازی گنبد عظیم کنگره را به عهده داشته است. We are proud that we are part of this project. ما بسیار مفتخریم که بخشی از این پروژه را به عهده داشتیم و نهایت تلاشمان را به کار بردیم که کارمان را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم. بسیاری از کارکنان آیرون ورکس از مهاجران سراسر دنیا هستند. قرارداد این کمپانی برپا کردن داربست‌های فلزی دور ساختمان بود تا امکان دسترسی صنعتگران و سنگتراشان را به سطح بیرونی و معابر درونی گنبد فراهم کند. محمد سمیری اهل مراکش است و میگوید ادغام دانش، سنت و خرد فرهنگ‌های مهاجران آمریکا در این کار مشهود است. کارکنان ما از سوریه، ارمنستان، جامائیکا، هایتی و سایر کشورها همگی با هم کار می‌کنند و ما نه فقط تجربه کاری، بلکه فرهنگمان را نیز به مشارکت می‌ذاریم. کمپانی آیرون ورکس همچنین در بازسازی ساختمان پنتاگون پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر مشارکت داشته و نارسیس نظریان میگوید انجام این کار برای او رضایت عمیقی و همراه داشته است. من دوست دارم که بدانم اثر انگشت و کار من در همه جای واشنگتن مشاهده می شود و این سازه های فلزی عظیم قرار است برای صدها سال پس از من نیز باقی بماند. ساختمان کنگره از روز سه‌شنبه برای تماشای علاقه‌مندان به روی مردم باز شد و کسانی که در بازسازی آن شرکت داشتند می‌گویند استعداد، خلاقیت هنری، ارزش‌های انسانی و اعتقاد به دموکراسی نماد مشترک این بنا و روحیه مهاجرانی است که بر روی آن کار کردند. بابک راد، صدای آمریکا.